خداوند بخشاینده و مهربان درود بر شما سروران گرامی که هم اکنون برنامه زندگی را به گونه زنده و مستقیم از شبکه تلویزیون نور بیننده هستین و آرزو میکنم در کنار اعضای خانواده در فضای کاملا امنیت زندگی خود را پیش ببرین خورسند هستم که باز هم زمان دیدار فرا رسیده و از این دریچه در خدمت دانستم قرار است گپ گف و گفت داشته باشیم پیرامون سال اهمیت سال و اینکه کارها و برنامه ها و اهداف استاد شهید پروفیزور برهان ربانی در این راستا چه بوده و نسل جوان چگونه و با در نظر داشته کدام شیوه ها و روش ها می توانند این راه را ادامه دهند افتخار حضور جناب غلام رسول قلق استاد دانشگاه با خود دارم در استودیوی زندگی استاد بزرگوار بعد از چاشتتان به خیر بسیار خوش آمدین با برنامه تشکر سندگی. لطف کردین سلام خدمت شما و خدمت همکاران تکنیکی شما و همچنان بینندگان محترمی که در امیل لحظه ما شما را از طریق تلویزیون خود می‌بینند. سلامت باشین استاد چطور است که ابتدا مقدمی داشته باشین پیرامون خود و اهمیت سال بسیار زیبا بسم الله الرحمن الرحیم باز هم همونطوری که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید می که و و خیر و علما با تفاسیر و صحبت های مختلفی میگن که از صلح هو خیر و بعضی هم میگن که از صلح کل خیر صلح خیر است صلح بهتر است و علما میگن که صلح تماما خیر است و تمام جوانب خیر از صلح در برداره وقتی که پاک پروردگار ما که همه کائنات مخلوق اوست صلح گپ نیک میزنه و گپ خوب میدانه و خوب میگه برای برای بشر ما که بنده هایش هستیم و پیروان پیغمبرانش هستیم و راه به سوی خدا می جویم. طبعا این کلام پروردگار را به جان و دل می شنویم و از او اطاعت میکنیم یکی از نام های خداوند هم در قرآن کریم به معنای یا به لفظ سلام آمده سلام خودش هم صلح و سلامتی و رفاه است و طبیعی که صلح در زندگی بشر در زندگی کائنات در زندگی موجودات زنده یک امری ضروری واجبی و, و حتمی است و با صلح زندگی پیش میره و بدون صلح زندگی مختل میشه و صلح هست که سفارا برد حالا در سایه این همه خوبی ها و مواصفاتی که صلح دارد چگونه میتونیم ما زندگی کنیم مخصا در جغرافی های مثل افغانستان که همه تشنه تشنه صلح هستن واقعا صلح کلمه نیکو و مبارک است که همونطوری که خداوند بر ما صلح هست. گفته و خیر دیده و پیغمبرش و اصحابش و رهروانش ما باید اندیشه صلح در ذهن خود و در فکر خود و در جامعه خود داشته باشیم صلح کسی دیگی به کسی دیگی نمی بخشه بلکه خود ما هستیم و خود انسان هست و خود مسلمان هست و خود جامعه ماست که اول ذهن آماده پذیرش صلح بوده باشیم وقتی که ما در نفس و در زمیر و در وجدان خود صلح جا کردیم باز میتونیم که از اعضای خانواده صلح و از قریه صلح و از ولایت صلح و از وطن صلح در مجموع صلح وجود بیا تبیس وقتی که میگم صلح حتما جانب مقابل صلح ناصلح هست که بیشتر بر منازعات و کشمکش ها و جنگ و جدال بر میخوره یا نقطه مقابل صلح امی کلمات گفته میشه اما که مو اسما خودش نام های خوبی نیست یا زنین دست بر انسان ها طبعا کلمه صلح بالمقابل یک کلمه پاک صفا و زیبایی است که در وجدان آدمی و در زمیر آدمی جایگزین میشه بیشتر طوری که عرض کردم ذهنیت آدمی است که چقدر میتونه که ذهنیتش صلح بپذیره یا شرارت بپذیره و بخشی هم از این ذهنیت عجین میشه در عقیده انسان و عقیده ما مسلمان ها در مجموع همیست که صلح اساس زندگی انسان ها را تشکیل میده و در سایه صلح هست که زندگی پیش میره بنابراین نقطه مقابلش که جنگ و منازیات است اونا هم اگر چیزی با وجود میه یا میه با میان میه در میان انسان ها من مخلوق خدا چیزای اصلی نیست در واقع اصل صلح هست و جنگ جدال و منازیات حرف فرعی یا حرف هایی که بعدا از اعمال و حرکات و برداشت نادرست به میان می آید بنان انسان بعد ذهن خود آماده بله بله. اجازه بفرمایید این سوال از جناب شما داشته باشیم که حالا ذهن ما منظور از ما ملت افغانستان است آماده نشده برای پذیرش صلح و یا از طرف ما که مخالفین است من فکر می که ما چندین مشکلی را که داریم نمیتونیم که به صلح برسیم اولا خود ما ذهنیت های،, های, ما آماده نیست دوم یک مدت درازی که مردم ما از علم دانش فرهنگ و رفتن به مکتب و معارف عقب ماندن بنان خود بسیوادی و خود دور بودن از تعلیم و تعلم هم زمینی مشکل به وجود میره در پولیش مسئله اقتصادی است مسئله اقتصادی هم خیلی یک موضوع بزرگ و پر اهمیت است در حیات انسان ها و حتی در حیات زنده ها وقتی که در جنگل هم حیوانات جای مواد خوراکیشان را پیدا نمی بر ساحات دیگر یوریش می برند انسان ها هم زمانی که اقتصادشان درست نیست شکمشان اسیر کرده نمی تانند باز هر راهی که برازو اثر بوده باشه و او بتانه مایحتاج خود تکمیل بکنه و او پشت حلال حرامش نمیگه دیگه جرم به اون طرف میرن و بسیوادی بد اقتصادی در پالش زمینه مساعد بودن زمینه زمینه دسترسی و اسباب و آلات جنگ و منازعه و در پالش نداشتنی همسایه ها و همنشین هایی که اونها هم با ما کوشش بکنن که ما به اون مرحله صلح برسیم و در نهایتش چون ما هم من یک کشور عضو جامعه جهانی هستیم توجه جامعه جهانی هم سری مواردی که عرض کردم بوده باشه و بالاخره رفاهیت انسانی به وجود بیاد که صلح هم زمینش زودتر گسترش پیدا بکنه اینجا. و از همه بالاتر موضوع عقیده و موضوع دانش هم در اینجا مطرح است که اگر دانش انسان درست نبود از موضوعات عقیده برداشتای نادرست میگیره در وقت ایوازی که از تعقل کار بگیره از احساسات کار میگیره از تقلید کار میگیره و ایوازی که از فهم دانش کار بگیره باز از مداخلات و از حساسیت هایی را که دیگر را در بین ما میندازه از او استفاده میکنه ما هم گفتم میتونیم که هم ما در اون مرحله نادرستی هستیم پس بس راه بسیار دور دراز پیش داریم تا ذهنیت ما پذیرای سال باشه به خاطری که سریعتر گام برداریم کدام کارها مقدم است من یک وقتی خدمت تعداد از دوستا ارزم کرده بودم و نوشتم داشتم و طبعا دوست هم ما موافق بودن که جمع عرصه های مختلف زندگی باید موازی پیش بره اگر در یک بخش توجه شو و بخش های دیگه باقی بمانه اگر به موضوع تعلیم و تربیت توجه شود موضوع اقتصاد در نظر گرفته نشه اگر به موضوعات فرهنگی در نظر گرفته شو در تقابل هم دیگه قرار میگیرند بمانه موضوع دو بال جامعه در حرکت نیست یک بال جامعه در حرکت است و مشکل دیگه هم که از در افغانستان تا فعلا و در مجموع جامعه شرقی و افغانستان نصفی از جامعه را ما راکت ماندیم که او عبارت از طبقه زن ها یا طبقه اوناس است که اینا تقریبا از همه فعالیت های روزمره و از همه مشارکت های اقتصادی، سیاسی، تعلیمی، اجتماعی از همه معقب مانند چند روز قبل در محله ما مسجد شهید ساختن و میخواستن و میخواهند انشالله که مسجد جدیدی و کلانتر بساز چون نفوس منطقه ما زیادتر شده در اموجه هم کردم که ما شما در مجموع نصف جامعه خود میاریم میخوایم که برای صاحب دین باشن و نصف دیگه که اصلی جامعه ما را تشکیل میده و سرنوشت اولاد ما در دست از اونا سرنوشت خانه ما دست از اونا سرنوشت زندگی ما دست اونا اصلا روی مسجد در طول نمی نمیبینه و این کم بود کم بود است که اونا حق دارن که برداشت قوی از دین نداشته باشن اما که او کسایی که میان هم اگر درست برنامه شوه و درست کسانی که از دین برداشت واقعی دارن برداشت اعتدالی دارن و اگر به صحبت باشن و تبلیغ باشن و نشر دین بوده باشن حرفای خوبی را در جامعه گسترش میتن ولی اگر بد شد باز تعبیر علما در مجموعه است که فساد العالمی فساد العالمی در اون صورت تعبیر سو از مفاهیم دینی زندگی انسانها ها را به حد میرسانه که کسانی وادار به خودکشی، کسانی وادار به قتل برادر خود، کسانی وادار به اشاعه فساد و گسترش فساد در جامعه میشن. حالا جناب استاد کلاق دیدگاه استاد شهید، دورنمای استاد شهید، برنامه استاد شهید برای سال چه بود که بالاخره در همین را شهید هم شدن؟ استاد شخصیت اعتدالی در ارسای مختلف زندگیش داشت. برداشت استاد از دین برداشت آگاهانه بود، برداشتی و ساد از دین ای بود که ما باید در سایه در سایه صلح زندگی کنیم و ما خلق شدیم پیدا شدیم که به جهانی بشریت خدمت بکنیم مسلمان ها باید خدمتگذاری مردم روی زمین بوده باشند و ما خاطر بارها در مجالس استشهاد به آیه قرآن کریم می کرد که کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن همیشه جوان و مردم و مجاهدین ها تشویق به این کرد که ما مسلمان ها روی یک هدف بزرگی در عصر به وجود آمدیم و پیغمبر هم تصریح کرده که وظیفه ای که ما داریم در مجموع بشر خلیفه خدا در روی زمین است اما وظیفه ای که ما مسلمان ها داریم فراتر از وظیفه یا از رسالت سایر انسان هاست که ما باید خدمتگزار عالم بده باشیم نه تنها به خود بلکه به جامعه انسانیت و به جهان بشریت باید ما خدمات را که لازم دارم آ، آ، توان، توانش داریم ما باید انجام بدهیم. ما باید خدمت گذاری دین و دنیای مردم بده باشیم استاد برداشتشی بود که زندگی جمعی انسان ها یک زندگی مشترک است و در این مشترکات بیشتر شده میتونه کسایی که در یه کار میکنن خودشان باید الگو بوده باشن نمونه بوده باشن تا کسای دیگه با دیدن این الگوها اونا هم برای راست هدایت شون خب اگر بست... الگو نباشن که حرف و حدیثشان قابل پذیرش نیست طبعا و آیت قرآن کریم امیره میگه که لیم ما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند دالله هم تقول ما تفعلون و سیغه توبیخ یاد میکنه که آنچه را که نمیکنین چی را میگوین و آنچه را که نمیکنین و میگوین بسیار گناهی بزرگی در نزد خداست که شما به زبان میگوین لیکن عملتان چیزی دیگه است استاد فوق العاده به صلح علاقه بود ایمان داشت باور داشت و اگر در یک جمله بگویم به حد به صلح باور داشت که در امیرا به رسید دقیقا جورا استاد کلاق در آغاز هم عرض کردم حالا وظیفه من جوان و همه شهروندان افغانستان به خاطر ادامه راه استاد افکار استاد دیدگاه استاد چیست؟ در ابتدا خویز که ما باید برداشت اعتدالی و میان روی از دین داشته باشیم برداشت واقعی و اساسی دور از احساسات و غیر تعقل بودن داشته باشیم باید هر کس در هر موقف و موقعیتی که قرار داره متوجه ای بوده باشه که ما روی یک هدف خلق شدیم و او هدفی را که خدا ما را خلق کرده پس از اینکه عبادت خدا را بکنیم و خدایمان داشته باشیم اعمار زمین است خدمت به خلق الله است و, و اشای صلح در سرزمین خداست که ما باید به با او پابند بوده باشیم پس با جنگ زمین اعمار نمیشه تبیز که جنگ بر که امار نمیشه داشته های سابقه و گذشته را داشته های علمی داشته های همه داشته های مادی و معنوی را نابود میسازه و از بین میبره و ما گفته ملکه سبا که به اعوان و مشاوران خود گفت که این الملوک از دخل و قریتن افسدوها اگر شاهان به زور و با جنگ داخل شهری شود اون را فاسد می سازند yeah. و جعلوا اعزه اهلها ازله و مردمانی که با عزت هستند اونها ذلیل می باز میگه که و کذالک یفعلون یعنی می تور می کنند یعنی خاصیت جنگ یعنی در اثر جنگ همه چیز برباد میشه تمام میشه و می در اون صورت باز ما نه الگو میشیم نه اسوه میشیم و نه کسی را چیزی گفته میتونیم چون خود ما در مرحله نیستیم در اون صورت که بتونیم و دیگر نشان بتان... باشیم. نشان بتیم و اون نصیحت بکنیم بح. استاد شهید و همچنان شهید مسعود قرمانی ملی اینا اگر فرزند در قضیه تاجیکستان اگر با جای اینا شاید کسای دیگه می بود یا با جای ای هر دو و دولت افغانستان یا کشور دیگه می بود شاید جنگ تاجیکستان بیشتر تقویت میکردند و نفوذ میدادند و گسترش میدادند و بعضی از کشورهای جمهوری آسیای میانه دیگه که در او وقت خیلی وضعیت شان نامسامان بود که دو بزرگار یک چونین عمل رنجام و حرکت به پروگرام استعمار پیش نرفتند و جنگ خواستن که در نطفه خونسا شود چون خود ما از جنگ ضربه دیده بودیم مفکوری بزرگی را که اینا و فکری عالی را که داشتن نخواستن آتشی که شده میتونه خاموش شوه او به خانه دش... دوست به خانه همسایه ما بره بینان امروز از نعمت شهادت استاد شهید و قهرمان ملی شهید است که کشورهای آسیایی میانه تا حدود زیادی از مصیبت و مشکلات جنگی که ما را تباه کرده اونا در امان است ولی ما متاسفانه خیلی ها عقب ماندیم و کشورهای آسیایی میانه خیلی هم پیشرفت کرد واقعیت است همونطور که عرض کردیم جنگ تباییست وقتی که تباهی بود همه چیز از بین میبره فساد است و فساد جلوگیری از فساد کار ساده نیست قربان کردن جان خود به خاطر صلح ای مروت میخواه ای مردانگی میخواه ای جرأت میخواه شهامت میخواه و ای شهامت در وجود کسانی زیادی نیست هر کس نمیتونه ای یک شهامت را داشته باشه جز مردان خدا جز آنهایی که به خدا و روزی باز و, و به خاطر خدمت به خلق الله, الله. آفریده شدن و با عنوان آخرین سوال البته در برنامه حاضر جناب استاد قلا خب چقدر اراده وجود داره به خاطر ادامه راه استاد شهید و قهرمان ملی کشور اول بازم بروم به طرف عمل کرده استاد شهید استاد شهید وقتی که رئیس جمهور کرزه از اونا تقاضا کردن که سمت ریاست شورای عالی صلح بگیرن بگیرن شاید خیلی زیاد از افراد وابسته و پیروی استاد و همچنان دوستداران استاد خارج از حزب جمعیت هم طرفداری نبودن که استاد همینطور یک سمت قبول بکنه جملات زیبای استاد که قبلا هم تکرار کردیم و حالا ذهن و و هر وقت در ذهن و بود که تکرار احسن اصلا با مجاهدین در مقابل هیولای شرق جنگیدیم هیولای شرق بزانو افتید بعدا در دوران مقاومت کردلان سیادل آمدن مقاومت کردیم شکست خوردند و عقب رفتند اونم مردمی که توان جنگ و مقابله با دشمن داره اینا قهرمانان صلح هم هستند ما باید در این مرحله قهرمان صلح باشیم البته کسایی که پیشنهاد داشتند که استاد سیمت قبول نکنه جایگاه استاد در دا نظر داشتن اما استاد از یک جایگاه بلند صحبت میکرد که شاید فکر خیلی ها به او نقطه معطوف نبود آنچه که بر ما لازم است و بر پیروان استاد و جوانان لازم است جوانان بیشتر باید دنبال تعلیم و تحصیلشان بوده باشند چون آیندهی وطن مربوط میشه به می جوانان این دوره و این جوانان است که وطن حالا می و در آینده هم معماری وطن هستند اینا باید اصلیه علم با خود داشته باشند اصلیه فهم داشته باشند و اسلحه دینداری و تعهد با خود داشته باشند و مکتب استاد هم همیست که با علم با معرفت و با تعهد کم تخصص و تعهد این دو اصل میشه استاد برای جوان ها توصیح میکردن که تنها تخصص مهم نیست و تنها تعهد هم مهم نیست ولی زمانی که تعهد و تخصص در کنار هم قرار بگیره او وقت است که ما امیدواری پیشرفت جامعه هستیم و میتونیم که به فردای روشنی وطن امیدوار باشیم و امیدوار هستم که جوانان ما و نوجوانان ما امیرا را پیش بگیرن و خداست که اگر در زمان ما نشد در زمان شما جوانا این وطن شگوفا شوه آرام شوه آسوده شوه و روزگاری خوبی را برای خود داشته باشین برای دنیا داشته باشین از بعد از خود هم رقم بزنین نسل های بعد از خود داشته باشین بسیار تشکر از حضور استاد تانو بزرگوار که دعوت ما لبه گفته با صحبت و صحبت های بسیار خوب و آلمانه پیرامون صاف داشتین تشکر از شما هم با امید صلح مستمر و دوامدار نه تنها در جغرافیای افغانستان بلکه در سراسر این کره پهناور شما عزیزان را به الله متعال امانت می کنم تا دیدار بعد شنبه اگر در قید حیات بودیم همه شما در امان خداوند متعال باشید